أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جملة ديگر از دعاء تسبيح ثاني که در کتاب منهج الدعوات آمده و در اینترنت هم به عنوان دعای جبرئیل معروف. سبحانه من ماجد ما عرفه، این صفت رب خیلی عجیبه، همان گونه که تمام اسماء خدا عجیبه، تمام صفات الهی عجیبه، دهشت آوره. در هر صفتی که خدا تجلی فرموده دهشت و شگفتی مخلوق را برمی انگیزد. در این جملات تأمل کنیم. مجد یعنی صفات پسندیده، صفات مجد، حلم بردباری مجده. ما برای بررسی این کمال الهی و اقرار به این کمال الهی یک نگاهی به مخلوق بیفکنیم، چون راجع به خالق که راه نداریم تفکر کنیم یا تحصیل علم و اندیشه بکنیم. ما مخلوق رو داریم. صادق مصدق فرمود که این مخلوق خلاف خالق، هرچه در اینجا میبینی ما وجود فی الخلق فهو بخلافه. شما در خلق نظر کنید، در این آیات نگاه کنید، هرچه اینجا یافتید آنجا نیست. در مخلوقات وقتی نگاه میکنیم که یک نفری مجد داشته باشه، مجد یعنی صفات پسندیده داشته باشه، این شخصی که صفات پسندیده داره برای نگهداری صفات پسندیده اش نمیتواند رأفت نشان بدهد، نمیتونه نرم برخورد بکنه. فرض بگیرید یه جلسه ایه، یک نشستیه، دوستان نشستن، رفقا نشستن و غیبت پیش میاد. خب شما اینجا با رأفت برخورد کنی، با غیبت کنندگان شریک میشوی، یعنی دیگه مجد تقوا رو از دست میدی. خب تقوا یک مجدیه دیگه، انسان زحمت میکشد و میگن ملکه تقوا، مدتی زحمت میکشه رو خودش کار میکنه تا بتونه غیبت نگه و غیبت نشنوه، تهمت نگه و تهمت نشنوه، و این زحمت داره دیگه، کار کردن میخواد، مراقبت میخواد، نگاه به نامحرم نکنه. اما وقتی که در جامعه با دیگران هم نشین شد، مجبور میشه برای حفظ هم نشینیش و رؤوف برخورد کردن، نرم برخورد کردنش، از مجدهای خودش کناره بکشه، از خیشتنداریهاش کناره بکشه. اینجوری دیگه. یا اینکه در مجد و جلال و شوکت خودش بمونه، غیبت نگه، غیبت نشنه، ولی تو این مجلس قساوت نشون بده، رأفت دیگه نشون نده. اصلا در ماها پیش نمیاد، یعنی خیلی نادره که هم طرف برخورد رؤوفانه داشته باشه هم در مجد خودش باقی باشد. این اصلا خیلی نادر پیش نمیاد. خدا این چنین نیست. رب تبارک و تعالی در عین کمالاتش و مجدش و بزرگیش میبینی ان الله رؤوف بعباده، با
با بندگان خودش با رأفت برخورد می کند و از شوکت و شکوه رب، شکوه جلال خدا چیزی کم نمیشه، تنزل پیش نمیاد. خیلی عجیبه این. مثالی که باید بزنیم نسبت به عالم ربانی، نسبت به ربانیون، ربانیون الهیون یعنی حرکت خداپسندانه. الان یک پدر میاد با پسر، با فرزند خردسالش، کودکش، میاد که بچگانه برخورد کنه. من کان له صبیون فلیتصابا، بچگانه. خب بچه کارهای سفیهانه انجام میده دیگه، یعنی سفهیه، حکیمانه نیست، بچه است دیگه، بچگی میکنه. این پدر برای اینکه این انس رو، این ارتباط رو با فرزندش داشته باشه، نگه داره، مجبور میشه از یک سری مجدهای خودش کناره بکشه. بعضی پدران نه، این چنین نیستن، در مجد و جلال خودشون میمانند. دو گروه شدند. مثلا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یه وقتی، خب یکی از مجدها حرف بیهوده نزدنه، پیغمبر حرف بیهوده هیچ وقت نزدن. حالا یه عده بچه به پیغمبر گفتن که با ما بازی کن یا رسول الله. خب ایشون هم دل رعوف، دل مهربان، دل نرم، بعد الفت پذیر، با هر طبقه جامعه الفت پذیر، آمدن رسول الله، اصحابشون رو رها کردن، وارد حلقه بازی بچه ها شدن. بچه ها به پیغمبر پیشنهاد دادن این که اسب ما بشو، شما اسب ما بشو. آقا هم بر روی زمین چهار دست و پا قرار شد بچه بیاد سوار بشه بر دوش و کمر رسول الله. خب من کان له صبیون فلیتصاب، این بچه های مدینه بچه های پیغمبر هستن، دستور اینه اگر کسی فرزندی داره، بچه داره، در حد عقل فرزندش با او معاشرت کنه. حالا این بچه به پیغمبر گفت که یا رسول الله اسب صدا داره، شما صدایت کو، اسب حق حق داره، شیحه داره. رسول الله اینجا یا باید صدای شیحه اسب را صادر کند که این از هرز، یعنی وارد محوطه هرزگویی میشه، که البته جوابگوی رأفت خواهد بود، یعنی رؤوف بودن. الان پیشنهاد این بچه این است و این فرزند گفته که شیحه اسب رو میخوام بشنوم، و آقا قرار الان در هر رتبه خواست این کودک تنزل بفرمایند، ولی ما دنبال نمونه ای هستیم که در مجد و شکوه خودش بماند. ببینیم رسول الله چیکار کردن که هم مجد و شکوهشون، صفات والا و عالیشون از دست نرفت، هم رأفتشون، پاسخگوییشون به این کودک اجابت شد. آقا شروع کردن بگن عفو، عفو، عفو. خب این کلمه عفو کلمه معناداریست، شبیه شیحه اسب میشه صادر بشه، و در حقیقت خواست پیغمبره و سخن او با خداست. انقدر این حرکت ایشون شیرین بود و اصلا عجیب بود که این عالم ربانی هم در مجد و شکوه خودش ماند، هم رأفتش، پاسخگویش به این کودک اجابت شد، که جبرئیل نازل شد و از سمت خدا پیغام آورد که وعزتی و جلالی، اگر یک بار دیگه عفو بگی در این حال و شرایط، من جهنم رو خاموش میکنم. یه پیغمبر دست برداشتم.
پس این نکته که بعضی پدران این ویژگی رو دارن، هم پاسخگوی نیازها و خواسته ها و هم سطح عقول فرزندانشون پایین میان، که از اخلاق رسول الله این بود دیگه، بله ما کلم رسول الله احدا بکنه عقلهی قط، همیشه در بیان گفته ها و معاشرت ها از تمام عقل خودشون استفاده نکردن، هر کیو در سطح عقل خودش با او صحبت کردن. عرض می‌کنم که حتی امام صادق علیه السلام و یک زنی گفت من وارد شدم برای امام صادق، خارج شدم، تعریفش از امام صادق این بود انگار با یک خانم دارم صحبت میکنم، یعنی حتی صادق در حد خود اون زن و آشنای به تمام خصوصیات زنانگی، عالم دانا و در حد خودش پاسخگوی ایشان بود. بس این یک امتیازیه که انسان بتونه پاسخگوی نیازهای هر طبقه باشه و رأفت داشته باشه، قساوت نداشته باشه. ولی عجیب اینه که، و بسیار عجیب اینه که در مجد و شکوه خودش باقی بماند. حالا من نسبت به بعضی پدران دیدم که اینجوری هستن و با فرزندانشون بازی میکنن، اما هیچ وقت سفاهت ازشون خارج نمیشه، این حرکت نالایق به شأن اون پدر. حالا باز در لبنان من دیدم که بعضی خانواده ها که بعضی آداب رو میخوان حفظ کنن، مثلا در خوردن خواستن این آداب رو حفظ کنن، خب خورد و خوراک بعد قاشق و چنگال و بعد یه آدابی هست که جدید آمده، فرزندانشون رو که ریخت و پاش داره در وقت خوردن در سفره از خودشون جدا میکنن، این قساوت، این رأفت نیست، ولی خب به زعم خودشون اون مجد خودشون رو میخوان نگه دارن، حالا در محیط خوردن. یا بعضی وقتا میبینیم که مجالس اهل بیت علیهم السلام چون که یک حرمتی این شنوندگان میخوان حفظ کنن، فرزندان رو نمیارن، که این البته از سنن انبیا نیست و شیرین اینه که تمام طبقات در این خانه ها تشریف بیاورن، حتی فرزندان، و این حضور اینها سنت خود این بزرگانه، خود رسول الله، خود امام صادق و خود ارزمین که حضرت مهدی سلام الله علیه، سنتشون اینه که خانه هاشون، نشست هاشون با تمام طبقات، زن، مرد، کودک، بزرگ، کوچک، این حفظ میشه، رعوف هستن، پاسخگو هستند، حتی حور، عبد، عمه، کنیز، تمام برخورداشون رو دارن، این سفره پهن است برای تمام خلائق. عرضم این که فقط این ویژگی عجیب و خصوصیت عجیبی که خدا ایشان رو تسدید کرده که در مجد خودشون باقی میمانن، این صفت کم نظیره در خدا که یکی از اسماء خدا امامه، بله، و میگه فرمایده که لهو سنتون من ربه، یعنی پیغمبر اکرم همیشه و همواره از سنت الهی در خود دارد و ایشان محور زندگیش تجلیات رب است. خلاصه یکی از صفات بسیار عجیب خدا این بود، مجد و رأفت با هم جمع میشه. جمله بعد هم بی ارتباط با این بحث نیست، سبحانه من رؤوف ما اعزه. ببینید الان قرار شد که ما دنبال این جلال الهی باشیم، یعنی تجلیگاه رأفت رب باشیم، بخواهیم که تجلیگاه رأفت رب باشیم، یعنی رؤوف باشیم با بندگان، با حیوانات، با نمیدونم این گیاهان، درختان، کودکان، یتیمان، زنان، مردان، بزرگسالان، رؤوف باشیم، یعنی با رأفت برخورد کنیم. خب حالا این یک مشکلی پیش میاره برامون، اینه که ما وارد دایره ذلت میشیم. من یکم از ذلت و عزت
مطلب بگم روشن بشه. ذلت یعنی نرمی به زبان فارسی، یعنی نرم شدن. اگر که من میخواهم رؤوفانه برخورد کنم در جامعه با افراد، این لازمش اینه که نرم باشم مثل موم، همون گونه که او میخواهد انعطاف پذیر باشم. خب این خیلی الان مشکل شد. پس من بایستی از خیلی عزتهای خودم، عزت یعنی امتناع، از امتناع جویام کناره بکشم، عزت رو از دست بدم و ذلیلانه وارد عرصه معاشرت بشوم. البته این در شریعت تعریف شده، زنها مثلا که این امتیاز رو دارن، زنها ذلیل شوهرانشون هستند، همسران یعنی، فرزندان ذلیل اوامر پدرانشون و مادرانشون هستند. هر زمین که خوب اینا خیلی تعریف شده است و همگان خبر دارن که یک زن مطیع شوهرشه، یعنی از عزتی که، یعنی از اون خواسته هایی که حتما این خواسته باید پیاده بشه، نه این خواستهش رو کنار میذاره. تشویق این مطلب برگردم به استفاده کنم از حضرت جناب بهلول. بهلول یه مثال خیلی زیبایی داره. یه وقتی هارون عباسی نگاه میکرد به بهلول، میگفت چه میکنی بهلول؟ یک تنه درختی بود، بهلول میامد این طرف تنه رو بر میداشت، بعد به زمین میگذاشت، اون طرف رو بر میداشت، زمین میگذاشت. گفت اجننت یا بهلول؟ گفت نه لم اجن، ولی تو این فکرم که این طرف تنه درخت دنیاست، اون طرف تنه درخت آخرته. وقتی این طرف رو بر میدارم اون طرف زمین میمونه، این طرف رو که بر میدارم اون طرف زمین میمونه. لذا اینجوریه، یعنی این ذلت جویی ها و این لباس ذلت پوشیدن های مشروع، گفتم زن نسبت به شوهرش، فرزند نسبت به پدر و مادرش، یا نسبت به ولی فقیه و مجتهد و فقیه، یعنی کسی که فقه آل محمد به ما میرسونه، ما مطیع باشیم. وقتی میگه موسیقی حرامه، چشم دیگه چون چرا نکنه، اطاعت کنه دیگه، اون مبلغ دینه، مطلب گفته، ما میگیم درسته، چشم، زحمتکش، متخصص، تقوا داره، اومده مطلب بیان میکنه، ما هم قبول میکنیم. این ذلت هایی که به خودمون میدیم، گاهی ممکنه برای قبول یه حکم شرعی طرف از گذشته زندگیش میگذره، یعنی شاید مدتی در آواز و ساز بوده، کارش این بوده، تا میفهمه حرامه 18-20 سال عمر خودشو کنار میذاره و لباس تقوا میپوشد، چون مبلغ دین رو گفته حرام است. خب ببینید این ذلت ها چیزاییست که خریدار داره، جوری خدا عوض میده برای این بانوان، یعنی همسران، یا این فرزندان، یا این متقیان، اینایی که توبه کنندگان هستن که احکام دین را به تن میخرند و ذلیل احکام الهی میشوند و مطیع ولی فقیه و مجتهد و مرجع تقلید. حالا ان باز مبلغ دین ممکنه مرجع تقلیدم نباشه، ولی مجتهد باشه، مطیعش هستن، اینا عوضی که خدا بهشون میده، همه چیز را در امرشان قرار میدن. یعنی یک بانو در بهشت ملیکه است، حتی در و دیوار اطاعت میکنن از اون، درخت ها اطاعت میکنن از اون، حیوانات بهشتی اطاعت میکنن از اون، یعنی مالکه، عزت بی پایان دارد. چرا چند صباحی اینجا صبر کرده، به خواسته های شوهرش لبیک گفته، و یا فرزندی که اطاعت مادرش میکنه، خواسته های مادرش رو قبول داره و لبیک میگه، بعد میبینید این خدمت عرصه که این مادر، حالا حدیث این چنین داره، الجنه تحت اقدام الامهات، بهش زیر پای مادران است، یعنی مثل خاک زیر پای مادر، آخ نمیگه، چون چرا نمی کنه و مطیع مادره. خب اونجا بهشته، یعنی اون ورودی بهشت شما، اون حرکته، اون ذلت و خاری، ذلت پذیریست و خاریه. خب یه جاهایی هم البته باعث به رنگ الهی و عزیز بود. حالا بحث ما اینجا اینه، یا حالا من مثال مادرها رو بزنم. مادران تو این فاز
یعنی که بخوان هم رؤوف باشن هم عزیز باشن خیلی مشکل داره. یعنی اینکه هم به خواسته های فرزندش اجا لبیک بگه، خب در عوض باید خواسته های خودش رو کنار بذاره دیگه، خواب خودش رو باید مثلا به هم بزنه، خب خواسته اش خوابشه، خسته است اما از خوابش میگذره به خواسته فرزندش پاسخ میده، رأفت نشون میده. پس ببینید مادران این مثال خیلی عجیبی هستن که ما مخلوقات نمیتونیم رأفت و عزت رو یه جا داشته باشیم. مثال به نظرم خیلی رسا و واضح بود، این مادران چون کانون عاطفه ازشون تعبیر میشه اینجوری هن، رأفتشون موجب میشه که بی عزت بشوند. یعنی الان در حال حاضر عزتی دیده نمیشه ازشون. البته اینا مادرانی هستن که در بهش سرورانن و عزتی بی پایان دارن، ولی امروز این دو صفت درشون جمع نمیشه. خدمت عرضه که پس این از این نمونه، یعنی نمونه‌ای که در مخلوق دیدیم متوجه میشیم واقعا عجیب خدا که در عین شدت رأفت ما عرفه، شدت عزت ما عزه، بی پایان نظر و رأی خود خدا پیاده میشود در عین عزت بی پایانش. نمیشه برای خدا مثال زد، ولی بعضی آیاتی هستن، عالم ربانی هستن. حالا من مثال خودم به یادم اومد که وقتی همسرم به رحمت الهی رفت، خب قصدم این شد که فرزندانم رو جای خالی مادرشون رو پر کنم. خب اونجا بایستی نقش مادر رو بازی میکردم و رأفت رو به خواسته ها بله بگم. و خب از این طرف پدر یه مسئولیت هایی داره که برای تربیت فرزند لازمه، مثلا الضرب للولد که سماد للزرع، بالاخره کود دادن به درخت لازمه تا این درخت به بار بشینه و میوه بده. اگر کود ندی میوه نمیده، اگر زیاد کود بدی میوهش میسوزه. فرزند رو باید پدر حتی به زدن برسه، نه زیاد و نکم، به حدی که بچه تربیت بشه. برای نماز و بعضی چیزها شریعت جدا کرده، برای احکام دین این خشونت ها از پدر دیده میشه. یا اگر کسی هیبت داره که همون هیبت کفایت میکنه. اجعل السياط في مرء من اهل بيتك، شلاق رو در دیدگان زن و فرزندت قرار بده، کنایه از هیبته. یعنی وجود هیبت برای پدر لازمه تربیت فرزندانش است. خب در شرایطی که من بودم و میخوام نقش مادر رو بازه کنم، نیاز داشتم به این گونه بودن، رأفت، عزت. یه وقتی مثلا نیاز دیدم که فرزندم رو ادب کنه، خب اون حرکت پدرانه رو انجام دادم و تربیت کردم فرزندم رو بعد چند ماه از فوت مادرش. شاید چند ساعتی گذشت، دوباره برگشتم به نقش مادر و مهربانی و اجابت خواسته های فرزندم. دیدم فرزندم خیلی متعجبانه به من برگشت، گفت که بابا خودتی؟ یعنی این دوگانگی که در تصرف از من دید خیلی برای فرزندم غیر قابل پذیرش بود که این بالاخره مادره یا پدره. خیلی این داشتن این دو، یعنی دو صفت رأفت و عزت، حالا در مورد بنده یک امر لازمی بود، نیاز داشتم بهش در زندگی. و ولی خب خیلی نادره. من یک نفری میشناسم از خلاصه مدیران که عجیب با کارمندان شوخ، حتی شوخیای دست مثلا که حالا مثلا تشویق نمیشه در شریعت، ولی خب در این درجه پاسخگوی خوشوبش گفتنها یه رفقاش بود. رفقاش یعنی همون کارمندا. اما عجیب بود وقتی که یک دستور میداد، امر صادر میکرد، تمام به این دستور پاسخگو بودن، همه به صف میشدن، میدویدن تا کارای این مدیر رو اجابت کنن. پس رفاقت، حالا ما میگیم رفاقت، یعنی رأفت، یعنی پاسخگویی به خواسته ها،
از یک طرف وجود عزت، امتناع، خواسته او، نقش مدیریتی او، او سر جاشه و کاراش هم پیش می رفت. خیلی عجیب بود این مورد، یعنی نادره همچین موردی. اینا صفات الهی است که ممکنه، من فکر می کردم که ما اگر بیایم با خدا بسازیم، خدا در وقت نیاز این دو اخلاق خودشون رو به پوشش ما و قامت ما می افکند، یعنی ما را رؤوف عزیز قرار می دهد، که این خیلی عجیبه و خواستنیه و اهل بهشت به این صفت آرسته می شوند. میگم اینجا یه ذره سخت بود یعنی داشتنش. بله، پس نتیجه گیری این بحث این میشه که صفات الهی اینا بایست رفت با خدا ساخت برای داشتنش، بایست تجلیگاه رب بود، یعنی رب بخواهد برای ما این صبغت الله را، این رنگ الهی را. و به نظر من این تحصیلش درست، هر چیزی سببی دارد، یعنی خدا سبب قرار داده است برای عزت داشتن، مثلا عزت با عشیره داشتن، هیبت با کم سخن گفتن، بله با سمت فراوان داشتن. حالا یه وقتی من صحبتشو میکنم سببهاش رو عرض میکنم که چه سببهایی ما رو به چه نورهایی میرساند. اما اگه میخواییم راه مختصر بریم، خداجوی باشیم، خداخواه باشیم، با خدا دوست باشیم، خدا این لباسها رو به تن و قامت ما میپوشاند. و قشنگترین راه همون راه تفویضه، بگیم افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، خدای اونطور که تو میخوای نقش بده به ما در این زندگی و این نقش رو با کمک تو ما پیاده بکنیم که از لباسهای نورانیت بتوانیم بپوشیم و بله تکلیفمون رو به خوبی ادا کنیم انشاءالله. اللهم نبهنا من نومة الغافلين وثبتنا على ولاية أمير المؤمنين وعرف لنا نفسك يا إله السماوات والأرضين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.